نباشه، یعنی که برای زن شأن و منزلت باید قائل شد هرگاه ما میخواهیم کشور آزادی داشته باشیم. و زنانی هم که عضو اون سازمانن منزلت میخوان، کرامت انسانی میخوان، حقوق مندن و امیدوارم که این آقا و همکاران اون تا این حد سقوط نکرده باشه. این ایام من مشغولم دارم اون کتاب اول در دموکراسی رو آماده میکنم برای انتشار که مربوط هست به توتالیتاریسم، قسمت بخش اول اون کتابه و خواسته هاش و ستون پایه هاش. در دوران ما استبدادهای فراگیر مثل استالینیسم، مثل نازیسم، اینها در سازماندهی از کلیسا پیروی کردن ولی نتونستن اون توفیق رو پیدا کنن که کلیسا داشته. کلیسا هم سازمان توتالیتر بود در قرون وسطا و اینا. قبلا هم در تاریخ بشری فرعونیت بوده در مصر، در خود کشور ما هم سازمان های از این نوع، سازمان مجاهدین وجود داشته و ما میدونیم که مثلا سازمانی که حسن صبا بنیاد گذاشت لحظه سقوط همین لحظه بود، لحظه بود که سکس نقش اول پیدا کرد در روابط سازمانی، روابط سازمانی رهبر با اعضا، اعضا با یکدیگر. معروف است که آخرین مثلا رهبر این سازمان وقتی که علاکو خان حمله کرد برای اینکه تسلیم بشود دو خواسته داشت. یکیش این بود که یک دختر زیبای چینی خان مغول برای او بفرسته به قلعه، دیگر اینکه رقص ببخشید جماع شتر رو تماشا کن. اون هلاکو از این پیغام فهمید که نه، این مقاومت دیگه نیست. بعد شما میاد در تاریخ میبینید که شاه سلطان حسین معروف دیگه، میگن از تازه رفتار و کردارش و این که لحظه سقوط شد دیگه. بعد از اون ایران گرفتار جنگ های 30 ساله شد. این آقای شاه سلطان حسین بنابر اونچه که رستم و تواریخ می نویسد محلی که داشت که در هیئت وزیران رو در اونجا تشکیل می داد خودش در جایی می نشست که مشرف بود بر یک استخر بزرگ. تو اون استخر بزرگ زنها اوریان و ایشون در اون جلسه که باید ببینه که وزرا بهش گزارش میدن و وضعیت و اینها، همه چشمش به اون صحنه بود که در اون استخر تماشا میکرد. سقوط بود، لحظه سقوط بود. لحظه سقوط بابل هم وقتی کوروش وارد شهر شد همین بود. شبی بود که اونها در همین روابط جنسی بی بند و بار تا صبح گذرانده بودن، در خواب بودن که کوروش با تغییر مسیر رود وارد شهر شد و شهر رو گرفت. بابل و اون کشور و اینا همه رفت کارش، هستن اثری هم ازشون نموند جز همین چیزهایی که بعد صدام حسین درست کرده بود به عنوان نشانه های اون دوره. برج بابل هم
معروف دیگه، میگن برج بابل در فساد خودش فرو خوابید. پس این در تاریخ تمامی سلسله ها هم وقتی میرسن به دوره انحطاط و انحلال همینه، یعنی سکس نقش پیدا میکنه در تنظیم روابط، نه به شکلی که عموما در روابط شخصی قدرت داره. زن در ایران اسیره به لحاظی که در اون گرهگاه رابطه شخصی قدرت قرار میگیره. مثل فرض کنی این خانواده با یه خانواده دیگه ارتباط برقرار میکنن که به اصطلاح قدرت بزرگتری بشن. این ارتباط از طریق زن برقرار میشه که ازدواج. اما یه لحظه میرسه که نه دیگه، در درون هر کدوم از این واحدهایی که با هم ارتباط میگیرن سکس تنظیم کننده رابطه میشه، اون دیگه مرحله انحلال، انحلال اون گروه، اون سازمان. برای اینکه به اصطلاح نمونه های دیگه باز گفته باشیم، این بروژنوف دبیر اول حزب کمونیست روسیه که کمی بعد از اون امپراتوری فرو پاشید، به دو چیز علاقه شدید داشت. یکی اتومبیل، که مدل های گوناگون اینها جمع می‌کرد، این برای اونور دنیا برایشون جمع می‌شده. یکی هم دخترهای خوشگل که مأمورین داشته اینها در قلمروی امپراتوری، اونها رو می‌یافتن و برایشون می‌فرستاده. این دقیقی می‌بینی که یه چیز پدیده عمومیست، همه جاییست. باز یادی کنیم از مصدق، گفت که نوه او تعریف میکرد، آقای علی متین دفتری، گفت رفتم احمد آباد دیدم خیلی شنگله، شاده. سبب پرسیدم که شما امروز خیلی شادی، گفت که این انگلیس ها خیلی پوز میدادن به این مردم دنیا که گویا خیلی مردم هستن حساب کتاب دار و شق و رق و آداب دار و گبه و بب. حالا منشی آقای وزیر دفاع، نه هر وزیری، وزیر دفاع، یک جاسوسه روسی بوده و این آقای وزیر با این جاسوسه روسی همخوابه شده. این امپراتوری مرد، خوشحالیش از این بوده، این امپراتوری مرد. خب حالا که می‌بینیم که مرد دیگه، اون امپراتوری رفت به کارش. با این توضیحاتی که دادم، البته فوکو هم از لحاظ فلسفی توضیح میده که در یک جامعه های سکس، استبداد دیکتاتوری سکس برقرار که شد، اون وقت اون جامعه ها البته دوران انحطاطشون دیگه. با این توضیحات که عرض کردم و گفتم هم که این سازمان های توتالیتر الگوشون کلیساست، یک چیزی رو از کلیسا نیاموختن.